با سلام خدمت همه دوستان، توی این ویدیو یک توضیح در مورد سوال 50 در مورد آزمایش غیر مخرب از آزمون دادگستری رو ساختمان سال 98 خدمت دوستان میدم که ببینید. حالا با یه سری سوال های اینجوری زیاد داره که میتونیم به راحتی بزنیم. یکی از این مباحث آزمایش غیر مخرب بود که ببینید گفته آزمایش های غیر مخرب در ساختمان های فولادی برای کدام نوع از اتصالات الزامی هستش؟ برای تمام اتصالات پیچی، فقط برای 30% اتصالات جوشی، برای تمام اتصالات جوشی، فقط برای اتصالات جوشی در سیستم های خمیری. ببینید جدول مبحث 10 اومده گفته که بازرسی چشمی باید برای کلیه جوش ها انجام بشه. بازرسی چشمی هم جزوی از آزمایش های غیر مخربه. پس آزمایش های غیر مخرب برای کلیه جوش ها یه نوع چشمی بعد برای همه جوش ها انجام بشه. پس با توجه به همین گزینه، یعنی با همین سطر جدول، ما میگیم که برای تمام اتصالات جوشی آزمایش های غیر مخرب که اون نوع چشمیش هست که میشه نوع آزمایش های غیر مخرب باید انجام بشه. پس این گزینه هیچی، 30% اتصالات جوشی هیچی، فقط برای اتصالات جوشی در سیستم های قاپمیشی هم هیچی. پس گزینه 3 درست میشه. کلا برای این نوع سوال زمانی که فقط آورد و گفت درصد یا خواست اختصاص بده، شما اول یادتون باشه که درصدی که تو این جدول وجود داره برای آزمایش غیر مخرب 100%، 10%، 20% از این درصدها خارج نیست و 30% اصلا نداره. یعنی با همون نگاه اول میتونید اون 30% رو حذف کنید. 100%، 20%، 10% اینها هستش. دو سه تا 100% داره، یکی برای کلیه جوش ها، یکی 100% جوش های لب به لب عرضی بالهای کششی و حالا جزئیات دیگه، 100% جوش های گوشه اتصالات مهاربندی ها و اتصالات تیر به ستون. حالا ممکنه از این قسمت های نوع آزمایشش هم سوال بده که مثلا برای این نوع آزمایشش چی باشه، بگید مثلا رنگ نافذ. اگه به صورت خیلی کلی بود بازرسی چشمی. 10% جوش های گوشه بال به جان و سخت کننده ها رنگ نافذ. 20% جوش های لب به لب عرضی جان تیرها که شامل بند دو فوق نمی شود و جوش های لب به لب طولی جان تیرها، پرتونگاری و فراسو. دوباره 20% جوش های لب به لب عرضی و طولی در بالهای فشاری و اعضای فشاری خلق و ستون، پرتونگاری و فراسوت آرتی و یا یوتی. 10% جوش های لب به لب طولی بالهای کششی و اعضای کششی خرپا، دوباره پرتونگاری یا فراسوت آرتی و یوتی. پس 100% داریم، 10%، 20%، اصلا 30% توش نداریم. بهتر این دوتا رنگ نافذ رو به ذهنتون بسپرید که برای اگه توش مهار بند اومد، ببینید تو این گزینه‌های دیگه لفظ مهار بند تکرار نشده. اینجا اگه مهار بند اومد و اتصالات حالا تیر به ستون اینا، بگید رنگ نافذ. یا 10% جوش گوشه اومد، ببینید تو این چیزها جوش گوشه وجود نداره، جوش گوشه اومد بزنید رنگ نافذ. اما تو این سوال پس گفت بازرسی، یعنی اصلا بازرسی چشمی نگفته بود، گفته بود آزمایش‌های غیر مخرب کدومش الزامیه. توی بند یک گفته 100% باید به صورت چشمی انجام بشه. برای همین ما گزینه‌های دیگر رد کردیم. این که سی کلا هیچی، این هم که هیچی، پیچی هم که کلا نبود توی جدول. بس توضیح داد بود برای تمام اتصالات جوشی باید آزمایش غیر مخرب انجام بشه. توی جلوتر حالا بیایم به تشریح میکنیم دونه دونه اینها رو، توی ویدیوهای بعدی توضیح میدیم. حتما کانال ما رو دنبال کنید. ویدیوهای رایگان زیادی برای نرم افزارهای مختلف براتون در نظر گرفتیم که به مرور قرار خواهیم داد. خیلی ممنون توجه.